من تقریبا همه دوران کودکی و نوجوانیم رو در کرمان گذروندم و از مردم کرمان خیلی چیز یاد گرفتم. شاید بهترین خاطره های دوران زندگی من مربوط به همون دوران کودکی و نوجوانی باشه. و باید به یه نکتهش حتما اشاره کنم. در موقعی که در سالهای دبستان بودم، یک همشاگردی داشتیم که یک دهی یا روستایی در نزدیکی کرمان به اسم باقرآباد داشتند. به گاهی تابستانها چند روزی هم من پیش اونا می رفتم. تمام اطراف این روستا شنزارهای کویری بود. صبح زود ما موقعی که هوا خنک بود و هنوز آفتاب نیامده بود می رفتیم برای گردش. خیلی احساس راحتی آدم میکنه در چنین شرایطی که با پای برهنه توی این شن نرم حرکت کنه. ما سرگرم میشدیم ولی آفتاب کار خودش رو میکرد. به تدریج هوا گرم و به تدریج داغ میشد. به جایی میرسید که دیگه اصلا نمیشد روی این شنهای روان و داغ راه رفت. کف پاها میسوخت و ما به دنبال یک جویبار میگشتیم. و چقدر برای آدم جالب بود که در اون هوای گرم و اون شن سوزان که اصلا پای آدم تحمل رو نداشت بتونه خودش رو به یک چنین جویباری برسونه. این خاطره برای من یک درسی شد و جویبار زندگیم رو هم پیدا کردم که اگرچه هرگز نه به سرچشمش و نه به انتهاش نرسیدم ولی همیشه در کنار اون بودم و اگر گاهی باز پا به ریگزار میگذاشتم دوباره برمیگشتم به کنار جویبار. مدرسه ای که من می رفتم مدرسه ای بود به نام ایران شهر، متعلق بود به انجمن زرتشتیان کرمان و تا سوم دبیرستان بیشتر نداشت. از سوم ابتدایی دبستان داشت تا سوم دبیرستان نظام چند مرحله قبل. در اون دبیرستان هم به من کمک می کردن. اولا معمولا قلم و کاغذ و دفتری که میخواستم به من مجانی میدادند. ثانیا از موقعی که به سال سوم دبیرستان رسیدم توی همون دبیرستان به من کار دادند. طوری برنامه رو تنظیم کرده بودند که ساعتهایی که ما ورزش داشتیم کلاس پنجم و ششم دبستان شش ساله بود حساب و هندسه شون رو گذاشته بودند و من میرفتم توی اون کلاس ها در ساعت هایی که به حساب ورزش یا درس غیر مهمی داشتیم درس میدادم. و بنابراین از 15 سالگی از موقعی که خودم در سوم دبیرستان بودم معلم بودم و این معلمی رو ادامه دادم تا سال 1370 که البته از اون به بعد دیگه نتونستم. یعنی من از 1300 و تقریبا 19 یا 20 معلم بودم تا 1370، یعنی 50 یا بیش از 50 سال. و هنوز هم کسی از من بپرسه تو چیکاره ای، من بهتر میدونم که بگویم من معلمم.
الان که به گذشته نگاه میکنم خوشحالم چنین زندگی داشتم. در این دوران از زندگیم من هم با زندگی و زحمت کارگران، دهقانان، بیشتر دهقانان از طریق پدرم در موقعی که دهقان بود و من رو غالبا با خودش میبرد و میدیدم چه میکنن، از شیار کردن زمین گرفته تا سرانجام خرمنکوبی که در همه اینها کم و بیش من شرکت داشتم در دوران کودکیم، و هم با مردم عادی و زحمتکش کرمان به خوبی آشنا شدم، دردهای اونا رو درک کردم، احساس کردم. و من خیال میکنم همین مجموعه کارهایی که من در کرمان داشتم توانست من رو به عنوان اونچه که هستم، حالا بد یا خوب، بسازه و به این صورت در بیاره.